به یک سیستم سیال چند زبانه احتیاج داریم با حضور بسیار پررنگ زبان مادری، مخصوصا در مقطع ابتدایی. دکتر ایدهاشون خیلی خوبه که در مورد مثلا کانادا مطرح کنن. کانادا اگه ایران تک زبانیه، کانادا دو زبانه است، فرانسه و انگلیسی، چرا برای مثلا جامعه ایرانی کانادا همچین مطالبه یا ندارن که یک آموزش شناور چند زبانی داشته باشن؟ مثلا ایرانی، جامعه ایرانیان مهاجر یا حالا هر جامعه مهاجر دیگه‌ای که تو کانادا هست، همزمان در کنار انگلیسی یا فرانسه که حالا بر اساس اون ایالات هست، این آموزش ببینن، به چند زبان آموزش ببینن. اگر کانادا مثلا آمریکا اینا، آیا جامعه مهاجر مثلا باید به زبان خودش درس بخونه؟ خوشحال میشم که در این مورد صحبت کنم چون خیلی مهمه. بله، دانش آموزانی که زبان مادریشون زبان فارسی هستن توی آنتاریو تورنتو جزء گروهی از دانش آموزان هستن که بیشترین مقدار ترک تحصیل رو دارن. جامعه ایرانیان، من اطلاعات این رو توی سوشال میدیام بود چند دو سال سه سال پیش حتی شیر کردم و مورد توجه جامعه توی تورنتو قرار گرفت. مهاجران فارسی زبان آنتاریو دچار مشکلات عدیده‌ای هستند. خودشون هم اذعان داشتن که همچین چیزی هم در کانادا مثلا نیست. کانادا، ما الان کانادا هم یک سیستم آموزشی مطلقاً دو زبانه داره. دو زبانه بودنش هم به خاطر شرایط تاریخی خاصیه که داره، که حالا مستعمره نشینای فرانسوی و انگلیسی ها بعد از جنگ و اینا که گرفتن تضمین کردن که به خدمت شما که این حقوق زبانیشون رو حفظ بکنن و که اینا تو اون اتحادیه بمونن. موردی که من عرض دارم میکنم اینه که مقایسه زبان فارسی به عنوان زبان ملی ایران با زبان یک مهاجر به یک کشور خارجی مقایسه اساسا غلطیه. شاید سیستم کانادا بهترین مثال برای ما نباشه. ما در مورد کانادا صحبت کردیم چون ایشون پیشنهاد دادن. دانش آموزانی که زبان مادریشون زبان فارسی هستن توی آنتاریو تورنتو جزء گروهی از دانش آموزان هستن که بیشترین مقدار ترک تحصیل رو دارن. مهاجران فارسی زبان آنتاریو دچار مشکلات عدیده‌ای هستند. مثالای خوب اصلا کم نیستن. ببینید، مثالای شاخصی که ما داریم تو غرب کانادا، جایی که من درس میدم، یکی از بهترین نمونه هاشه، یه نمونه موفق دو زبانیه. پس نمونه های موفق چند زبانی کم نیستن. مثالای خوب اصلا کم نیستن. ببینید، مثالای شاخصی که ما داریم تو غرب کانادا، جایی که من درس میدم، یکی از بهترین نمونه هاشه، یه نمونه موفق دو زبانیه. پس نمونه های موفق چند زبانی کم نیستن. دانش آموزانی که زبان مادریشون زبان فارسی هستن توی آنتاریو تورنتو جزء گروهی از دانش آموزان هستن که بیشترین مقدار ترک تحصیل رو دارن. مهاجران فارسی زبان آنتاریو دچار مشکلات عدیده‌ای هستند. مثالای خوب اصلا کم نیستن. ببینید، مثالای شاخصی که ما داریم تو غرب کانادا، جایی که من درس میدم، یکی از بهترین نمونه هاشه، یه نمونه موفق دو زبانیه. پس نمونه های موفق چند زبانی کم نیستن. قانون زبان پهلوی آذربایجان بوده، مرکز ایران آذربایجان بوده. قانون نژاد آریا دروازه شهر، دروازه فر، همه آذربایجان بوده. این شعریست که در ایمان اولین چاپ یادم نمیاد که در چیز سنه بوده، ولی مثل که خیلی پیشه رسیده ایست به عنوان آذربایجان. رسیدم نمیشه کشم تذکر هر میزند مرغ دلم با یاد آذربایجان، هر میزند مرغ دلم با یاد آذربایجان. خوش باد وقت مردم آزاد آذربایجان. ایریست دور از دامن مهرش مرا افسرده دل، باز ای عزیز و زنده ام با یاد آذربایجان. آزادی ایران ز تو
آبادی ایران زتو آزاد باش ای خطه آباد آباشد آذربایجان پیوند ایران است و بس این گفت با صوتی رسا فریاد آذربایجان فریاد آذربایجان اسمی روزنامه نه تنها پیوند آذربایجان اصلا قانون زبان پهلوی آذربایجان بوده مرکز ایران آذربایجان بوده قانون نژاد آریا دروازه شهر همه آذربایجان بوده